سلام بر دلنگیزه یوتیوب دانستانی روز. امروز اومدم واسه تون عجیب ترین رسوم ازدواج و باکریگی تو نقاط مختلف دنیا رو نشون بدم. فقط قبلش اگه عضو یوتیوب دانستانی روز نیستید سابسکرایب و اون زنگوله رو فراموش نکنید. دمتون گرم و نرم. در فرهنگ مردم یوگور تو کشور ویروس پرور چین داماد قبل از عروسی با تیر و کمون 3 بار به عروس شلیک میکنه. والا دیگه تو کشوری که سوپ خفاش میخورن چیزا دیگه عجیب نیست. اگرچه تیرها تیز نیستن ولی بازم شبیه گلولای پلاستیکی میمونن. به محض این کار داماد تیرها رو جمع میکنه و اونها رو میشکنه و اینجوری عشقش رو به همسرش ثابت میکنه. فقط من موندم تیراندازی با ثابت کردن عشق چه ربطی داره؟ ولی خب دیگه حتما چینیا ربطشو میدونن. در قبایل تیدونگ تو کشور برونی تو جنوب شرق آسیا عروس و داماد قبل عروسی 3 روز پشت سر هم باید توی خونه با هم حبس بشن. خب اینجاش که خیلی خوبه و بالاخره 3 روز هم پشت سر هم در کنار هم فیلم میبینن و دکتر بازی میکنن، خوش میگذرن. ولی مشکل اینجاست که تو این 3 روز اجازه استفاده از دستشویی رو نداره. یعنی حتی اگه منفجرم بشن نمیتونن برن دستشویی. یعنی اونا میتونن ها، ولی طبق رسوم این قبیله اگه برن WC یعنی به عشقشون وفادار نیستن و در آینده هم با کوچکترین اتفاق عشقشون رو ول میکنن. واقعا اینجاست که شاعر میگه مازا فازا، یعنی دوستان حاضرن همه جا رو بوی گوه برداره ولی عشقشون ثابت بشه. جالب، قبل رفتن به حبس 3 روزه خونگی هم هر دو طرف به طور کامل موشکافانه بررسی میشن که یهو پوشک و این داستانا رو با خودشون به خونه نبرن تا یهو واسه نشون دادن عشقشون تقلب نکنن، خدای نکرده. تو برخی از بخشای هندو مات باید کفشاشو قبل از نزدیک شدن به سمت محل عقد از پشت در بیاره. تا اینجاش مسئله نیست. ولی بعدش به محض اینکه داماد کفشاشو در آورد یک جنگ پشمریزون بین خانواده عروس و داماد شروع میشه. فامیلای عروس میان تا کفشو بدزدن، اما فامیلای داماد باید برن تو لاک دفاعی و اجازه ندن مهاجمهای تیم عروس به کفشای داماد جان نزدیک بشن و کفشا رو مال خودشون بکنن. اگه مهاجمای چغر و بدبدن تیم عروس بتونن کفش رو بدزدن، داماد حسابی تو خرج میفته و باید به خانواده عروس پول بده تا کفشاش از حبس آزاد کنن. هدف از این کار معلوم نیست ولی به هر حال هندیا همینن دیگه، یعنی با منطق زیاد کاری ندارن و درست این فیلماشون میمونن. تو هند همینطور خانمایی که تو روزی که مریخ و زحل توی نقطه قرار میگیرن به دنیا اومده باشن طبق تاله هندی ها بدشگونن و برای برطرف کردن نحسشون باید اول برن با درخت ازدواج کنن تا اون نحسشون از بین بره و پسر ملت رو بدبخت نکنن. یعنی تو هند درخت نقشش برطرف کننده نحسی هاست. در خیلی از کشورها مهمونا برای عروس و داماد ظرف نو به عنوان هدیه میارن، مثل مملکت خودم. خب همه جا عروس و داماد این ظرفا رو میگیرن، میگن خیلی ممنون لطف کردید، بعدش حالا میبرن خونهشون یا میبرن میفروشن. اما تو آلمان مهمونا ظرف میارن و عروس و داماد هم ظرفا رو میگیرن و میگن مرسی آختن پاختن و بعدش میندازن زمین و میشکوننشون. عزیزان آلمانی فکر میکنن با این شکوندن ظرفا و ایجاد سر و صدا ارواح خبیث رو از خودشون دور میکنن و باعث میشن زندگی خیلی خوب و شیک رو شروع کنن و اینطوری ارواح خبیثا میرن تو اتاقشون به کار بعدشون فکر میکنن. عروس و داماد میرن تو اتاق خودشون، درا رو قفل میکنن، پنجره رو میبندن و پرده رو میکشن و به کارشون فکر میکنن. واقعا شاسولیت مختص یک نقطه از دنیا نیست و خیلی به صورت بین المللی و اینترنشنال شده. کره جنوبی هم کشور جالبی و رسوم بسیار عجیبی هم داره. تو بعضی از نقاط این کشور هم وقتی جشن عروسی تموم میشه خانواده عروس جورابای داماد در میاره، یه تناب دور پاش میبنده و با ماهی تا جایی که میشه کتکش میزن تا حساب کار دست داماد بیاد و فکر نکنه هر کاری که دلش خواست میتونه انجام بده، حتی اون کارو. و بعدش هم اگه کار بد کنه سری به حسابش میرسن. کلا دوستای کره اینطوری هوای دخترار دارن. تو خیلی از کشورهای دنیا ملت خیلی حسودن، اجازه نمیدن شب اول عروسی عروس و داماد راحت باشن و احساس آرامش کنن و با هم برن راحت فیلم ببینن و خاله بازی کنن. واقعا از این لحاظ با قد کشور خودمون رو بدون. فرانسه هم یکی از این کشورهاست که ملتش عروس و داماد راحت نمیذارن. تو برخی نقاط فرانسه دوستان خانواده عروس و داماد در اولین شب ازدواجشون تو بیرون خونه تا جایی که بتونن با مایتابه و قابلمه سر و صدا درست میکنن و باید زوج تازه ازدواج کرده بیان بیرون و با خوردنی و نوشیدنی مختلف اونا رو ساکت کنن. یعنی اگه نیان و رشوه و زیر میزی و پول چایی رو ندن ملت رو ساکت نکنن کل شهر خبردار میشن که اینا دارن چی کار میکنن. بله، یعنی واقعا تو خیلی از کشورها ملت خیلی بیجنبه تشریف دارن. تو کنگو هم عروس و داماد حق خندیدن تو مراسم رو ندارن، چون اگه بخندن یعنی تو زندگیشون جدی نیستن و واسه همین عروس و داماد کل مراسم رو این برج زهرمار و گاف سرشون میندازن پایین و به زمین خیلی یوبستور نگاه میکنن و یه جور قیافه میگیرن که انگار اومدن مجلس ختم. البته نمیدونم، شاید هم تو اون لحظه قیمت سکه و اجاره خونه و پوشک و اینا تو کنگو میاد تو ذهنشون که این شکلی میشه، یا شاید هم داماد به این فکر میکنه که از امشب این دختر میاد خونه ولی دیگه نمیره، میمونه همونجا. ولی واقعا فازشون چی آخه خدا وکیلی؟ بابا این یه شب با شما باید خوش بشی، بخندی، حال کنی، بعدش فقط هست برای گریه کردن و قیافه گرفتن یوبس بودن.
حالا باز کنگو خوبه، توی ایالت سیچوان چین عروس باید قبل از مراسم عروسی روزانه یه ساعت کامل و به مدت یک ماه گریه کنه. بعد از 10 روز مادر عروس هم میاد گریه میکنه و بعد از اون نوبت به مادر بزرگ عروس میرسه. اما در روز ازدواج این گریه ها به شیون تبدیل میشن و به اوج خودشون میرسن. حالا اگه دوماد بنده خدا این کارو میکرد یه چیزی، ولی عروس چرا خب باید گریه کنه؟ بله، تو اسکاتلند هم عروس رو با سطل آشغال اشتباه میگیرن انگار، چون بعد از مراسم عروس رو میبندن به درخت و هر چیز کثیفی که میاد دستشون به سمت عروس پرت میکنه. این کار باعث میشه عروس از همون روز اول حساب کار دستش بیاد و بفهمه دیگه دوران خوردن و خوابیدن و خوشگذرانی تو خونه ننه بابا تموم شده و از این به بعد تو زندگی سختی زیادی رو قرار تحمل کنه. خوبی این حرکت اینه که با دوماد کاری ندارن، دوماد یه گوشه وای میسته و هار هار میخنده. این به نظرم رسم خوبیه و بعدم تو ایران اجراش کنم. فقط یه خورده عروس بو گند میگیره که بالاخره قبل خاله بازی میره دوش میگیره و کلا قضیه حل میشه. اما میرسیم به جنوب سودان که اونجا هم عروس و دوماد باید اول دوتا بچه بیارن تا بعدش عروسیشون به صورت رسمی ثبت. یعنی دوستان اول میخوان از بچه زاییدنشون مطمئن شن، بعد اجازه میدن که این دو نفر با هم ازدواج کنن. یعنی با آزمایش و این داستانا اینا کلا کاری ندارن. حتما باید عملی ببینن تا رضایت حاصل بشه و بتونن با هم ازدواج کنن. تو زنگبار تانزانیا هم یه ماه قبل عروسی عروسو میبرن توی کلبه، اونجا درس تنظیم خانواده رو باشه یه دور کامل مرور میکنن و از هر لحاظ اوشون رو آماده میکنن و بجز دروس خانواده و اینها آموزش آشپزی و خیاطی و بچه داری هم بهش میدن که اگه قبول شد اجازه بدن بره با پسر مردم ازدواج کنه. یعنی اینجوری است، همینطوری اجازه نمیدن دختر رو برن پیش پسر، اول باید درسشون رو پاس کنن. بعد تک ماده اینا هم ندن، البته پسر هیچ درسی نمیخواد پاس کنه و از نظر دوستان تانزیای پسر رو کلا درسشون رو قبلا پاس کردن. تو اسپارتای یونان هم رسوم عجیبی وجود داره، دختر رو باید قبل عروسی موهاشون رو بتراشن و کچل کنن، چون معتقدن ازدواج یک شروع دوباره است و همه چیز رو از اول باید شروع کنن، حتی موها رو. حالا خوبه به مو بسنده میکنن، چیز دیگر نمیخوان از اول شروع کنن. ولی واقعا فازشون چیه اینا؟ این همه آدم میرن اکستنشن، خدا تو من پول میدن، اون وقت اینا میرن موها رو میزنن؟ عزیزم اگه میخواد شما برید خدمت موها تو میزنی. همه جای دنیا دختر رو کلی پول خرج میکنن، وقت میذارن، میرن باشگاه و رژیم میگیرن، آب کرفس میخورن، لیپوساکشن میکنن، پروتز و اینا، که بالاخره به چشم اونی که دوستش دارن بهتر به نظر برسن. ولی تو موریتانی تو آفریقا عروس هرچی چاقتر بهتر، چون اونجا فکر میکنن اونایی که چاقترن پولدارترن و کیس مناسبتری برای ازدواجن و اونایی که لاغرن ننه باباشون بهشون نرسیده که اینجوری شدن. واسه همین دخترها از سنین کم فقط و فقط میخورن روز و شب تا به خوردن عادت کنن و وزنشون بیشتر و بیشتر بشه، اینطوری پسر بهتری گیرشون میاد. البته بالاخره سیستم بدن پسر آفریقایی هم فرق میکنه و تحمل فشار بالایی رو داره و واسه شون اتفاقی هم پیش نمیاد. شما فکر کن این راست تو ایران بود، کمر همه پسرها میشکست و با کمبود موز و شیرموز و همه چی مواجه میشدیم و بعد دیگه موز یارانه‌ای بهمون میدادن. تو تایلند هم عروس و دوماد قبل عروسی میرن تو آب تا کاملا پاک و منزه بشن و گناهشون بخشیده بشه. بابا دمشون گرم، قبل عروسی هر کاری دلشون میخواد میکنن، یه آب میرن میان بیرون پاک و منزه میشن. بله، خب اینم از اینا دل انگیزا. لایک فراموش نشه و نظرتون راجع به این رسم و رسوم عجیب ازدواج بنویسید و بگید کدومش عجیب تر بود و همینطور اگه رسم و رسوم عجیبی شما تو ایران میشناسید بهمون معرفی کنید تا قسمت ایرانیزش هم ما بسازیم براتون. اگر هنوزم عضو یوتیوب دانستنی روز نیستید، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید و این دو ویدیو قبلی ما رو هم حتما ببینید. دمتون گرم و نرم تا یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب دانستنی روز. خداحافظ شما.